این معرفی پرشور ناظم جلسه منو به یاد یک قصه ای که از خود حضرت حرم شنیده بودم انداخت. حضرت روحی خانم در 1953 برای اولین بار بعد از ازدواجشون ارض اقدس رو ترک کردن و تنها تشریف بردن به امریکا برای افتتاح مشرق الاذکار. فرمودن اونقدر خودشون حالت عصبی داشتن، نمیدونستن چطور بعد از 16 سال که به کلی از جامعه بهائی دور بودن، حالا میخواستن برن و در بین 2000 مستمعین قرار بود صحبت کنن. فرمودن در جلسه عمومی ناظم جلسه خیلی همینطور مثل خانم امروز خیلی کلمات بالا و البته در مورد حضرت خانم اغراق‌آمیز نبود ولی خیلی زیبا اونقدر گفت. حضرت خانم فرمودن هرچی این مرد بزرگوار حرف زد من احساس کردم کوچکتر شدم. وقتی تشریف بردن بالای پودیوم فرمودن که با این معرفی من نباید اینجا بیستم، باید از آسمان با پر وارد بشم. و واقعا خیلی متشکرم از بیانات شما. هرچی به من نگفتند که باید در چه موضوعی امروز صحبت کنم، ولی من مطمئنم که همه دوستان عزیز به هیچ موضوعی اونقدر علاقه ندارن که به موضوع زندگی و شخصیت و وجود حضرت خانم علاقمند هستن. این است که چون همه ما ایرانی ها هستیم اینجا، فکر کردم بیشتر امروز برای شما از تماس حضرت خانم با زبان فارسی، با آداب و رسوم ایرانی و با سلیقه ایشان نسبت به هموطنان ایرانی خودشون که همیشه اینطور می‌فرمودن صحبت بشه. در این کتاب کوچکی که من به یاد حضرت خانم نوشتم بیشتر از قصه های طفولیت و تولد ایشان، الواح مبارک حضرت عبدالبها در مورد ایشان بعد از تولد، اینا رو همه رو نوشتم. ولی فکر کردم و همچنین خیلی راجع به زندگی حضرت خانم در مدت 20 سالی که در کنار حضرت ولی امرالله به خدمت ایشان مشغول بودن، راجب این موضوع هم خیلی صحبت شده. حالا امروز یه مختصری من میخوام حضرت خانم رو به شما از دریچه چشم خودم معرفی کنم، چون احبا بیشتر حضرت خانم رو اون شخصیت بزرگ و ملکه‌ای که بودن و بالای صحنه می ایستادن، یه حالت ما نسبت من نمیتونم بگم ترس، ولی یک حالتی از خانم دور بودیم، ایشان رو از نزدیک نمیشناختیم، نمیدونستیم که شخصیت ایشان چه شخصیتیه. میخوام برای شما تعریف کنم که این حضرت خانم نازنین با این جلال و زیبایی و کمالی که داشتن واقعا جوهر خلوص و فروتنی بودن. خیلی سخت بود این رو از دور ببینید، ولی اگر خانم رو از نزدیک میشناختید میدیدید که تمام لطف و تمام ستایش احبا رو که قبول میکردن هیچ وقت برای خودشون قبول نمیکردن. میفرمودن اینها رو من برای حضرت شوقی افندی قبول میکنم. اولین سفر بلند و بزرگی که من در خدمت حضرت خانم بودم سفر ایشون به هندوستان بود. در اولین جلسه بزرگی که در هندوستان برای حضرت خانم گرفتن نزدیک 1000 نفر در این جلسه حاضر بودن. ناظم جلسه یک آقای هندویی بود که تازه هم بهائی شده بود ولی بی نهایت پرشور بود و این بلند شد یک معرفی بی نهایت زیبایی، به قدری معرفی این مؤثر بود که همه ما بی اختیار اشک از چشمامون سرازیر شد.
و جوهر کلامش این بود که من در زمان حیات حضرت ولی امرالله ایشان رو نمیشناختم و مؤمن نبودم و چقدر این مایه تأثیر من هست که نتونستم از نزدیک حضور ایشان مشرف بشم، ولی امروز دارم من نگاه میکنم به صورتی و به چشمانی که مدت 20 سال این چشمان حضرت ولی امرالله رو دیده بوده و خدمت ایشان رو کرده بوده. خیلی با احساسات حرف زد. وقتی حضرت خانم بلند شدن که صحبت بکنن، خیلی تحت تأثیر واقع شده بودن، اینطور صحبتشون رو شروع کردن: این رو اول این شعر سعدی رو به فارسی خودشون خوندن و بعد خودشون این رو ترجمه کردن به انگلیسی برای شنوندگان. و این شعر: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. این واقعا جوهر وجود حضرت خانم بود و اون چی که در خودشون می دیدن این رو از تراوشات همنشینی هیکل مبارک می دونستن و این خیلی مؤثر بود. این رو من به کرات دیدم در حضرت خانم. اگر که از احبا احترامی قبول می کردن، این رو یک جا به هیکل مبارک تحویل می دادن. برای خودشون هیچی نمی خواستن. یادم یک سالی رفتیم سفری به یک مملکت خیلی کوچکی، منزل یک خانواده جوان کوچکی که یه بچه 4 ساله داشتن مهمان بودیم. این بچه پسر بچه بود، خیلی پرحرف و شیطان، و قبل از ورود خانم مادر پدر بهش گفته بودن که ما حالا این مهمان خیلی بزرگواری داریم، ساکت باش، حرف نزن، مؤدب باش. بچه خیلی مؤدبی بود ولی دوست داشت همیشه اظهار نظر بکنه. این نشست گوشه اتاق و چشماش رو دوخ به صورت حضرت خانم، چین با یک حالت عاشقانه به خانم نگاه میکرد. حضرت خانم فرمودن: چی داری فکر میکنی؟ اینطور به من نگاه میکنی؟ چی فکر میکنی؟ یادش اومد که مادرش گفته بود حرف نزن، ساکت مون. خانم دوباره پرسیدن، فهمدن بیا 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 پلو من بشین به من بگونم تو داری چی فکر میکنی. این دیگه نتونست جلو خودش رو نگه داره، برگشت گفت: خانم شما چرا انقدر مهم هستین؟ من یادمه مادرش توی آشپزخونه بود، زد توی سرش: ای وای بچه من چی بی ادبی کرد. ولی به قدری جواب حضرت خانم به این بچه زیبا بود و پرمعنا بود. فرمودن: بیا اینجا من برای تو میگم چرا من مهم هستم. فرمودن: تو میدانی که ما یک حضرت شوقی افندی داشتیم؟ گفت بله. فرمودن: این حضرت شوقی افندی فقط یک عیال داشت، اونم من هستم. چون من یکی هستم، تک هستم، برای این مهم هستم. پدر این بچه در اقتصاد بود، فن اقتصاد. وقتی اون شب آمد، حضرت خانم بهش فرمودن که من امشب به بچه تو اولین درس اقتصاد رو دادم که هر چیزی که کم هست مهمه. ولی در این حال این نشون میداد که حضرت خانم چه حالت فروتنی داشتن. این برای خودشون هیچ اهمیتی قائل نبودن، ولی برای حضرت ولی امرالله، خدا نکنه که کسی کوچکترین بی احترامی میکرد که این نسبتش به هیکل مبارک میرسید. و اون وقت در اون موقع حضرت خانم مثل یک شیری حمله میکردن. این عشق و محبت و این حالت حفظی که برای حضرت ولی امرالله داشتن تا آخر حیاتشون از دست نداد. من همیشه به ایشون میگفتم: خانم، این بدبخت هایی که
در امر نقض عهد کردن در زمان هیکل مبارک. حالا هر بلایی سرشون اومد، ولی خدایا از شما چی کشیدن؟ برای اینکه واقعا حضرت خانم همه چیز رو حاضر بودن ببخشن بجز نقض عهد. این تمسک حضرت خانم به عهد و میثاق یکی از بزرگترین صفات عالی ذاتی ایشون بود. از اول طفولیتشون مادر بزرگوارشون دو چیز، دو صفت رو در وجود این حضرت خانم کاشت و پرورش داد. یکی ایمان به جمال مبارک و اینکه حضرت بهاءالله شخص اول در زندگی شما هستن که هر تصمیمی میگیرید، هر چی میکنید در دنیا، هر کی رو دوست دارید، هر جا میخواید برید به جای خودش، ولی اول جمال مبارک هستن. بعد از جمال مبارک دیگه هر کاری میخواید بکنید. این همیشه در وجود خانم بود و بعد از این همین تمسک به عهد و میثاق. و وقتی شما نگاه میکنید به زندگی حضرت خانم، حضرت خانم تا سن 11 سالگی در ظل مرکز میثاق بودن. مادر ایشون یکی از حواریون حضرت عبدالبها بودن. این عشق و علاقه ای که مادر ایشون به حضرت عبدالبها داشتن چیز فوق العاده است. این شاید در حدود 60-65 الواح هست از حضرت عبدالبها خطاب به خانم مکسول مادر حضرت خانم. و این خانم همین که میگم شیفته حضرت عبدالبها بودن و این عشق رو در قلب دختر خودشون گذاشته بودن. تا سن 11 سالگی خانم میفرمودن من مناجات هامو که شب و صبح میخوندم همیشه خطاب به حضرت عبدالبها بود. و فرمودن از کوچکترین، از وقتی یادم میاد از اولین خاطرات زندگی من این بود که هر کاری میکردم اگه اشتباه بود مادرم میگفت که فکر میکنی حضرت عبدالبها خوششون اومد از این کار تو؟ حضرت عبدالبها از تو راضی هستن؟ این بود که نکته توجه حضرت خانم تا سن 11 سالگی حضرت عبدالبها بودن. در این سن که سعود مبارک واقع شد و سعود مبارک یک صدمه بسیار شدیدی به صحت مادر ایشون زد، به طوری که یک سال این خانم مریض و بستری بود و به کلی زمینگیر شده بودن. این توجه آنن منعکس شد به هیکل مبارک حضرت ولی امرالله و البته دوره 36 سال ولایت هیکل مبارک تمام اصطلاح خورشید زندگی حضرت خانم حضرت ولی امرالله بودن. یک نامه هایی از حضرت خانم هست به پدر مادر خودشون. در یکی از این نامه ها در همون سال شاید اول و دوم ازدواجشون، در یکی از این نامه هاشون می نویسن که اگر یکی از من بپرسه که نکته مرکزی زندگی من چی هست، میگم حضرت شوقی افندی. و این همینطور بود تا آخر حیات خانم. این یک همچین توجه و عشق و محبتی که به هیکل مبارک داشتن، نه تنها برای اینکه هیکل مبارک همسر ایشان بودن، همیشه می‌فرمودن هیکل مبارک حضرت شوقی افندی اول ولی امر من بودن بعد همسر من بودن. من در تمام این سالهایی که در حضور حضرت خانم بودم بجز در مواقعی که مثلا با اغیار صحبت میکردن یا با روزنامه نگاران صحبت میکردن، هیچ وقت از لسان خانم نشنیدم که نسبت به حضرت ولی امرالله خطاب همسری بکنن. همیشه میفرمودن مای گاردین، ولی امر من. و این یه همچین حالت توجه و تمسکی به حضرت ولی امرالله داشتن. و وقتی شما فکر میکنید سعود هیکل مبارک خودش در حالا از موضوع این که این سعود چه صدمه ای شخصاً به وجود حضرت خانم زد، به کنار که اینو بگذاریم، این چه صدمه روحی بود برای اینکه یه مرتبه این ولی امر ایشان از این عالم رفتن. همون صدمه ای که همه احبای عالم کشیدن، حضرت خانم شاید به مراتب بیشتر
این صدمه رو دیدم. تا اینکه بیت عدل اعظم تأسیس شد. من واقعا این یکی از شاهکارهای زندگی حضرت خانم بود که بدون کوچکترین مکسی در همون روز اولی که اسامی اعضای بیت عدل اعظم در اون کانونشن بین المللی اول خونده شد، این حالت خضوع و خشوع حضرت خانم نسبت به بیت عدل اعظم یک نمونه‌ای بود برای اهل عالم و یکی از آخرین ابراز احساسات حضرت خانم باز نسبت به بیت عدل اعظم بود که یک ماه قبل از صعود ایشان اعضای بیت العدل اعظم هر 9 نفر آمدن حضور خانم، واقعا برای خداحافظی آمدن حضور خانم اظهار عبودیت بکنن و وقتی که اینها از حضور خانم مرخص شدند و رفتن، تنها بودند، خانم چشماشون هم بسته بود، با یک حالت عشقی فرمودن اینها عزیزترین دوستان من هستند در این عالم. فرمودن آمدن اینها در این اتاق، اتاق رو روشن کرد برای من. یک همچین حالت عشقی داشتن به نکته عهد و میثاق در هم و این باید واقعا یک درسی باشه برای همه ما احبا. اگر کسی قرار بود شک و شبهه‌ای داشته باشه، اگر قرار بود کسی سوالی داشته باشه، هیچ کس نمیتونست بیش از حضرت خانم داشته باشه و ایشون میگم برای ما یک نمونه بودن. از بعد از صعود حضرت ولی امرالله در دوره 5.5 سالی که ایادی امرالله امور امر رو در دست داشتن، حضرت خانم پیشرو همه بودن، به همه راه رو نشون میدادن، راهنمای نه تنها احبای عالم بودن، به نظر حقیر بنده راهنمای هیئت ایادی هم بودن، همه به ایشون تأسی میکردن و این حالت حضرت خانم یک نمونه بود از اطاعت تامه در امر. حضرت خانم خیلی احساساتشون بسیار رقیق و لطیف بود. من این گاهی به خود خیلی تو فکر هستم، یعنی وقتی نیست که نباشم، شبی نیست که من بخوابم و این نرم در فکر این که این حضرت خانم چی بودن. ما با ما زندگی کردن، 43 سال بعد از صعود حضرت ولی امرالله با ما بودن، ولی واقعا ما ایشون رو نشناختیم. الان نگاه که میکنم گاهی وقتی به نظرم اینجور مجسم میشه، حضرت خانم مثل یک ظرف بلوری زیبایی هستن که تراش های زیادی در ایشون هست و این تراش ها به قدری کامل و زیباست. شما این ظرف رو جلوی هر نور که نگه دارید، از هر تراشی یک رنگی تلالو میکنه. این شخصیت حضرت خانم خیلی اینطور بود، همه چیز درش بود. خانم هم شاعر بودن و پر از احساسات، هم پاهاشون درست روی زمین بود و هر کاری که میکردن با فکر و دقت و تصمیم و همه چیز با هم توأم بود. هم خیلی عمیق بودن، واقعا در امر یکی از ادبای امر بودن، در این حال پر از شوخی و مزاح و نمیگذاشتن که زیاد سنگین بشه جلساتشون. اگر شما یادتون باشه و حاضر بودید در جلساتی که حضرت خانم صحبت میکردن، این همیشه ممزوجی بود از مطالب خیلی جدی و عمیق و شوخی و خنده باش همیشه ممزوج بود. حضرت خانم خودشون همیشه میفرمودن که مغز من مثل یک صحراییست که هر از گاهی درش یه تیکه زمین پر آب و علف پیدا میشه. منظورشون این بود که خانم هیچ وقت
مدرسه به طوری که ماها رفتیم، یعنی بنده که چرس کنم ولی همه احبایی که در این مجلس حاضر هستن ماشاءالله همه جزء ادبا و علما. حضرت خانم هیچ وقت تحصیلات مرتبی نکرده بودن. ببخشید من سینم یه کمی خرابه. دانشگاه یکی دو سال به طور آزاد تشریف برده بودن، هیچ جور مدرک تحصیلی به این صورت نداشتن. ولی به نظر من یکی از ادبای عصر خودشون بودن، نه تنها در مطالب امر، در همه چیز. اینقدر خانم استعدادات زیادی داشتن. وقتی ما کتابخونه حضرت خانم رو جمع میکردیم که بفرستیم به کتابخونه بیت عدل اعظم، نزدیک 8000 جلد اینها کتابای خصوصی خود حضرت خانم بود. شما در هر رشته‌ای که میتونید فکر کنید حضرت خانم علاقمند بودن. ببخشید. خودشون میفرمودن یه وقت یک دفعه به حضرت ولی امرالله فرمودن که با هم سفر میکردن، فرمودن من چقدر به این چیز علاقه دارم. حضرت ولی امرالله نگاه کردن فرمودن تو به چی علاقه نداری؟ شما وقتی این کتاب ها رو میبینید در علوم علمی، طبی، جراحی، در علوم حفر چیزهای عتیقه، در هر چیزی که شما بگین این حضرت خانم علاقه داشتن. در این محیط زیست یکی از چیزهایی بود که بی نهایت بهش علاقه داشتن. اما این کتاب ها نه تنها اینها رو خوندن، در حاشیه این کتاب ها تمام نظریات خودشون رو نوشتن. یعنی واقعا اونقدر علاقه به همه این شعب مختلفه علم و ادب داشتن حضرت خانم، عجیب بود. بی نهایت به ادبیات فارسی علاقه داشتن حضرت خانم. قصه این که اصلا حضرت خانم چطور زبان فارسی رو یاد گرفتن خیلی خیلی زیباست. تعریف میکردن که خودشون مثلا 20 ساله بودن، 20-21 ساله بودن، خیلی دلشون میخواست زبان عربی یاد بگیرن و در مونتریال در روزنامه یه چیز گذاشتن، چی بهش میگیم، یه آگهی گذاشتن که من یه معلم عربی میخوام. این هیچکی پیدا نشد. دفعه دوم هفته بعد دوباره این رو گذاشتن، یه تلفن آمد از یه نفر که من فارسی بلد نیستم، من ایرانی نیستم، لبنانی هستم، ولی حاضرم به شما بیام عربی یاد بدم. خانم فرمودن خب من که معلم فارسی پیدا نکردم در اون وقت، شما فکر کنید در مونتریال یه نفر ایرانی نبوده. فرمودن خیلی خوب، اینو استخدام کردن و دو سه ماه هم این آمد و به خانم عربی یاد داد. همینقدر شد که الفبا رو یاد گرفتن. فرمودن به محض اینکه رسید به دستور زبان عربی و فعل اینها اومد وسط، فهمیدن دیگه من زدم زیرش، دیدم اصلا از عهده بر نمیام. ولی همین یاد گرفتن الفبای عربی این خیلی به حضرت خانم کمک کرد و وقتی که آمدن در بیت مبارک و فارسی رو اونجا یاد گرفتن، این کمک خیلی بزرگی بود براشون. خانم میفرمودن فارسی من فارسی مطبخه، هیچ وقت فارسی رو از روی دستور زبان یاد نگرفتن. اصولا حضرت خانم چهار زبان رو خیلی خوب میدونستن، ولی به غیر از زبان انگلیسی که زبان مادری خودشون بود، هیچ کدوم این زبان ها رو از روی دستور زبان یاد نگرفتن. خیلی حضرت خانم گوش حساسی داشتن و این زبان ها رو واقعا همه رو از طریق گوش یاد گرفته بودن. این بود که اگر یه کلمه رو اشتباهن شنیده بودن و یاد گرفته بودن، محال بود که اینو بشه عوضش کرد. همیشه به من خیلی ناراحت می شدن، من بودن تو به من بگو، من وقتی یه چیز رو درست نمیگم، اشتباه میگم، به من بگو. منم میگفتم ولی فایده ای نداشت، میدونم اونی که اول رفته بود. ولی شیرینی حضرت خانم در زبان فارسی این بود که
خودشون یه قاموسی داشتن برای خودشون که خیلی زیبا بود. و مثلا یادم هست یه شبی همه دور هم بودیم یه دی، حضرت خانم صحبت میفرمودن راجع به یه نفر تعریف میکردن، فرمودن این شخص خیلی بادان است. همه ما یه کمی خندیدیم اینا، فرمودن چرا میخندیم؟ من چه اشتباهی کردم؟ گفتیم خانم آخه بادان در زبان فارسی همچی چیزی ما نداریم. گفتن چرا؟ باید داشته باشین، شما نادان دارین. اونی که ضد نادانه میشه بادان. خیلی خیلی شیرین بودن و فارسیشون هم یک کمی مخلوط شده بود با این فارسی که در بیت مبارک صحبت میکردن، اصولا فرق داشت با فارسی که ما در ایران حرف میزدیم، چون مخلوط توش خیلی مخلوط بود از عربی و از یک کمی ترکی و اینا همه با هم خاطی شده بود و خیلی خیلی شیرین بود. یادم هست جناب فروتن یه قصه خیلی شیرینی خودشون تعریف میکردن، میگفتن یه روز حضرت خانم داشتن خیلی جدی حرف میزدن، فرمودن که این تنوره منو نیاورد. خیلی موضوع جدی بود، حضرت و جناب فروتن فرمودن تنوره؟ مگه در بیتون بارک تنور هست؟ بعدها فرمودن تنوره به زبان محلی یعنی دامن. حالا چطور شده بود این دامن از کجا بنا بود بیام؟ جناب فروتن ایش وقت فراموش نکردن، خیلی ایشون یه مقدار زیادی از این کلمات حضرت خانم رو حفظ بودن. ولی خانم، حضرت خانم خیلی قشنگ، یه تعداد لغاتی که حضرت خانم به فارسی میدونستن شاید میتونستین بشمرید، خیلی زیاد نبود، دامنه نداشت، وسعت نداشت، ولی اونقدر خوب میدونستن که چی میخوان بگن. چه بسا من یادم هست در خیلی از جلساتی که به فارسی برای احبا صحبت میکردن، مثلا یک جلسه در لس آنجلس یه دفعه بود 2000 نفر احبا نشسته بودن، مترجمم خیلی عالی قدر بود و زبان فارسی خیلی خوب میدونست، حضرت خانم یه مطلبی رو فرمودن، این مترجم ترجمه کرد، حضرت خانم برگشت نگاه کردن گفتن من اینو نگفتم و این رو صحیح میکردن. و عجیب بود که در هر زبان اینطور بود. یه جلسه با احبای عربستان در لندن یک وقتی داشتن و آقای سهیل بشروه که ایشان استاد زبان عربی هستن مترجم ایشان بودن، باز در وسط ترجمه سهیل یه مطلبی رو گفت، حضرت خانم فهمیدن نه سهیل تو اشتباه کردی، من اینو نگفتم، من اینطور گفتم. و همیشه ایشان صحیح بودن، میدونستن اون کلماتی رو که میخواستن نظریه خودشون رو در اون قالب بریزن کاملا میدونستن این کلمه چی بایستی باشه و محال بود قبول کنن یه چیزی که شبیهش بود، درست کامل میخواستن. در همه زبان ها اینطور بودن حضرت خانم، خیلی به قول انگلیس ها پریسایس بودن، چی با دقت. اشعار حضرت خانم بی نهایت زیباست، شما میدونین یه نمونه ایش رو الحمدلله که قبل از صعودشون این رو به چاپ رسوندن، این اشعاری که بعد از صعود هیکل مبارک نوشته بودن، و اینها واقعا یک تراوشاتی است از اون قلب حزین و شکسته ایشان بعد از صعود مبارک. من خیلی یادم هست وقتی که حضرت خانم یه مرتبه تصمیم گرفتن که این اشعار رو به چاپ برسونن، خیلی ما تعجب کردیم، برای اینکه این رو گاهی خیلی به ندرت، این بسته به حالت ایشون داشت، موقعیت ایشون، و بسته به این بود که مهمان ایشان کی بود، که گاهی یه دفعه می آوردن بعضی از این اشعار رو و برای مثلا بعضی از ما می خوندن. ولی من هیچ وقت خوابش رو نمی دیدم که حضرت خانم بخوان اینها رو چاپ کنن، بلد اینقدر اینها احساسات خصوصی و شخصی حضرت خانم بود و حضرت خانم خیلی به چیزی که به این احساسات شخصی خودشون یک حالتی داشتن هیچ وقت ابراز نمی کردن. شما هیچ وقت حضرت خانم رو نمی دیدید که در جمع مثلا گریه کنن، ذکر حضرت ولی امرالله رو که می کردن همیشه سر می کردن وقتی با احبا هستن اون مطالبی رو ذکر بکنن که اسباب تشویق و سرور احبا بشه. حتی بلا فاصله بعد از صعود مبارک، 2 ماه بعد از صعود مبارک،
وقتی حضرت خانم تشریف آوردن به کنفرانس بین القارات در افریقا که واقعا همه ما که فقط احبای خاک پای هیکل مبارک بودیم در چه حالت غم و غصه بودیم، دیگه چه برسه به حضرت خانم. اولا حضرت خانم که مدت یک سال سیاه پوش بودن، برای این کنفرانس وقتی وارد شدن از تیاره که آمدن بیرون سراپا سفید پوشیده بودن و در تمام مدت این کنفرانس یک دفعه لباس سیاه به تنشون نکردن و علتش این بود، فرمودن که من این کنفرانس جشن حضرت ولی امرالله، این جشن فتح و ظفر هست برای حضرت ولی امرالله، من نمیخوام که با سیاه پوشی این رو تبدیل به سوگواری بکنم. اینقدر این حضرت خانم نسبت به مرایا و احساسات حضرت ولی امرالله وفادار بودن، حاضر نبودن کوچکترین اهمیت نداشت که قلب خودشون در چه حالتی بود، چقدر شکسته بود، چقدر محزون بود، نمیخواستن این حزن رو به احبا بدن. و من یادم هست در اون کنفرانس وقتی وارد شدم و این جمعیت احبا، 900 نفر احبا، 400 نفر احبای سیاه پوست، با ورود حضرت خانم اینها شروع کردن به خوندن آواز الله اکبر که یک حالت عجیبی بود در احساسات، همه عشقا سرازی بود. این تنها موقعی بود که من دیدم حضرت خانم در جمع گریستن، محال بود که بذارن احبا ببینن که در قلب حضرت خانم چه بود، چه جور میسوخت، اینقدر که مراعات احساسات همه رو میکردن و خیلی حالت شخصی داشتن به احساسات خودشون. این بود که وقتی این اشعار رو حضرت خانم تصمیم گرفتن به چاپ برسونن، برای من خیلی عجیب بود، خیلی خوشحال شدم برای اینکه اینقدر این اشعار زیباییه، خیلی خوشحال شده بودیم همه، ولی تعجب کنم چطور شد که حضرت خانم یه مرتبه فکرشون عوض شد. و این فقط 6 سال قبل از صعود خودشون بود. من بعد از اینکه صعود حضرت خانم واقع شد و این اشعار رو یه دفعه دیگه خودم شروع کردم بخوندم، دیدم این واقعا یکی دیگه از نشانه های محبت حضرت خانم به احبا بود. یعنی با این اشعار سعی کردن که صعود خودشون رو تحت شعای صعود حضرت ولی امرالله قرار بدن، که احبا برای خانم سوگواری نکنن، اگر میخوان که یاد سوگواری بکنن برای هیکل مبارک میکنن. اینطور حضرت خانم خودشون رو فدا و تحت شعای حضرت ولی امر میدونستن. خیلی زیبا تعریف میکردن از اینکه چطور زبان فارسی رو یاد گرفتن. فرمودن وقتی 1937 برای سومین بار به اماکن مقدسه، برای زیارت اماکن مقدسه با مادرشون رفتن از اروپا، دو سال در اروپا بودن، تشریف بردن اونجا و البته همین سفری بود که بعد هیکل مبارک ایشان رو به این افتخار نائل کردن و حرم مبارک شدن. ولی در دوره زیارتشون خانم می‌فرمودن که تنها زائر خودشون بودن و مادرشون بیشتر ایام تنها بودن و می‌فرمودن حضرت ولی امرالله تصمیم گرفتن به ایشان زبان فارسی یاد بدن و شبها که می‌آمدن برای شام براشون مشق خط می‌نوشتن و می‌دادن. اینها شاید الان در حدود ای همچین شاید 3-4 جلد هست از این کتابچه های حضرت خانم که این خط هیکل مبارک بالای این صفحه نوشته شده و حضرت خانم زیرش مشق نوشتن. و خودشون همیشه میفرمودن که ببین من چقدر بی استعداد بودم که این یک همچه خط زیبای حضرت ولی امرالله من یاد نگرفتم. حضرت خانم در انگلیسی هم میدونید خیلی بزرگ همه حروف رو می نوشتن، در فارسی هم می فرمودن اگر جمله حضرت ولی امرالله انقدر بود مال من انقدر می شود. خیلی از این قضیه قصه می خوردن که چرا نتونستم خطم مثل هیکل مبارک بشه. ولی معلم خط ایشون هیکل مبارک حضرت ولی امرالله بودن و در این دوره فرمودن من تعجب می کردم هر
شب یا هر چند شب یک باری یک هدیه برای حضرت خانم می آوردن. از جمله هدایایی که حضرت خانم داشتن و اینها البته تمام اینها الان حضور بیت العدل اعظم داده شده و خیلی چیزهای نفیسی است. مثلا یک جعبه داشتن که در این تمام مثل یک کارت های انقدری بود و این خطوط مشکین قلم، خطوط اصل مشکین قلم در شکسته نستعلیق و سه نوع خط از مشکین قلم همه اینطور نوشته بود و این همه کلمات مکنونه. این رو هیکل مبارک دادن به خانم، فرمودن این مشق رو از روی اینها بکن. و البته حضرت خانم فرمودن خیلی دوست داشتم اینا رو ولی میترسیدم دست بزنم، ولی اینا تمام خطوط اصل بسیار چیزهای نفیسی بود. و این کتابی رو که در آلمان چاپ کردن از خطوط جناب مشکین قلم اگر یادتون باشه، یه مقدار زیادیش رو حضرت خانم دادن از همین این خطوط مشکین قلم که خودشون داشتن. و فرمودن ولی این دوره تدریسی که از هیکل مبارک داشتن خیلی کوتاه بود. ازدواج ایشان که صورت گرفت دیگه وقت و فرصت نشستن و مشق کردن و اینها نبود. و فرمودن هیکل مبارک چند بار به ایشان فرمودن که من شاهد هستم که اون چه تو فارسی میدونی خودت به خودی خود یاد گرفتی، معلمی نداشتی. میفرمودن در بیت مبارک اون موقعی که هنوز خانواده خاندان مبارک بودن در بیت، خواهر هیکل مبارک، مادر، فهمیدن به هر کدوم اینا من التماس میکردم بیاین به من فارسی یاد بدین، هیچ کس حوصله اینو نداشت که به خانم درس بده. اینی که همین از راه گوش این فارسی رو یاد گرفتن. ولی چون فارسی بیت مبارک و فارسی هیکل مبارک فارسی بسیار عالی و بالایی بود، اینه که کلماتی که خانم میدونستن خیلی فارسی زیبایی بود، فارسی دم پا افتاده این نبود، میفرمودن فارسی مطبخ، ولی واقعا خیلی خیلی قاموس ایشان نسبتا عمیق و خوب بود. اما عاشق، چون خودشون شاعر بودن، عاشق شعر و ادبیات فارسی بودن و به نظر من یکی از بزرگترین خدماتی که جناب فیضی به شخص حضرت خانم کردن همین نزدیکی ایشان رو با اشعار حافظ و سعدی و اینها بود. خانم خیلی از اشعار حافظ رو از حفظ میدونستن و خیلی هم دوست داشتن. واقعا من یادم نیست هیچ سفری با حضرت خانم کرده باشم که یک جلد حافظ با خودشون نداشتن. و اگه فرصتی میشد گاهی یه دفعه مثلا اگه یه چیز نامعلومی در پیش بود میگفتن یه فالی بگیریم ببینیم چی. یکی از اشعار خیلی زیبای حضرت خانم رو اگر یادتون باشه، یادم هست قبل از این شعری که خیلی خانم دوست داشتن و از اول تا آخر این حفظ بودن و اینو جناب فیضی با اون صدای زیبا و ملکوتی خودشون این رو میخوندن، حضرت خانم هم یک کمی یاد گرفته بودن که با همون لحن جناب فیضی گاهی این رو میخوندن. خیلی قشنگ بود این شعر سعدی حافظ که ای هدهد سبا به سبا میفرستمت. این رو حضرت خانم خیلی به خودشون چیز میدادن، اصطلاح احساس میکردن که این برای خود ایشان بوده و من دارم ببینید منو از کجا به کجا فرستاد، من کی بودم و به کجا من رو فرستاد. خیلی این شعر رو دوست داشتن و اغلب میخوندن، زمزمه میکردن زیر لبشون. خیلی این شعری که خودشون یادتون هست الان جناب جابری این رو جباری، جناب جباری این رو به فارسی ترجمه کردن، این شعر جلوه ایمان، چقدر ایشان این رو زیبا ترجمه کردن. این واقعا یک نشون میده این قوه ایمان حضرت خانم رو که چقدر، نمیدونم این رو شما دارید دیدید این شعر رو یا نه، اگر بخواید براتون میخونم، ولی اگر که شما شنیدید که وقتتون رو نمیگیرم. حضرت خانم از جمله خصائل اخلاقیشان یک شجاعت عجیبی داشتن، از هیچی نمیترسیدن. حضرت خانم واقعا عجیب بود. به نظر من از تنها چیزی که میترسیدن از این سوسکای بدترکیب کاکروچ بود و الا من ندیدم حضرت خانم از هیچی بترسن.
همینقدر کافی بود که یکی بگه خانم از این جاده نرین، این جاده خیلی بده، حتما ما از اون جاده میرفتیم. هیچ دوست میفهمدن من از این راحت طلبی که در الان در دنیا انقدر متداول شده بدم میاد. اگر در زندگی آدم یکمی صدمه و سختی نکشه لذت حیات رو نمیبره. این عقیده حضرت خانم بود. این بود که در مثلا سفرهایشون، این نزدیک 4 سال که ما در این سفرهای افریقا و غیره، مدت نزدیک 3 سالش در قاره افریقا با اتومبیل، اونم اتومبیل مثل باری سفر کردیم، از وقتی از حضرت خانم میپرسیدن که کی رانندگی میکنه، میفرمودن به اندازه قدمون 60% من میکنم 40% ویولت. ولی اون 60% ایشان تمام جاده های بسیار خراب بود. به محض اینکه به یه جاده خوب میرسیدیم وای میسادن میکنن من حوصله این جاده ندارم تو بگم. خیلی علاقه، هرچی بیشتر بنا بود فشار میامد و صدمه میکشتن بیشتر لذت میبردن. حضرت خانم میفرمودن امروز همه خیلی در دنیا تنبل شدن، تن پرور شدن. مخصوصا به جوانان این رو خیلی میگفتن، میگفتن شما کجا هستید جوانان؟ من در این سنم بیشتر این حالت سیاحت طلبی رو دارم تا شماها. بابا برید، برین بیرون یه خورده سختی بکشین، یه خورده دنیا رو از اون نظر اولیه خودش نگاه کنید تا یاد بگیرید چه جور زندگی کنید. ولی این شجاعت خانم، عرض کردم، هیچ وقت بدون حکمت نبود. محال بود حضرت خانم تصمیم بگیرن یه کاری بکنن که بی حکمت به گدار بزنن. حالا یه قصه برای شما میگم نشون بده این حالت خانم رو. ما این سفر افریقا رو که میخواستیم شروع بکنیم، حالا قسمت شرق افریقا رو تمام کردیم، حالا میخوایم از وسط افریقا بگذاریم بریم به غرب. این وسط افریقا عبارت بود از این مملکت کنگو، اون زمان بهش میگفتن زئیر. وسط شدت جنگ‌های داخلی خودش بود و این اخبار کشت و کشتار و این جنگ و اینها واقعا وحشتناک بود. در کامپالا که بودیم، همه از محفل ملی گرفته تا همه مهاجرین که اونجا بودن، حضرت خانم میگفتن این سفر خطرناکه، شما نرین اینو با ماشین. حضرت خانم فرمودن میدونی چیه؟ جمال مبارک میفرمان که با اشخاصی که اهل فن هستن مشورت کنید. من حالا اینجا، من در اسرائیل دارم زندگی میکنم، اینجا سفارت اسرائیل در این شهر هست، من میرم از سفیر اسرائیل میپرسم اینم خبر داره که این جاده ها قابل عبور هست یا نه. خلاص ما رو رفتیم کوبیدیم رفتیم پیش سفیر اسرائیل. سفیر اسرائیل هم که سفیر اسرائیل دیگه، از هیچی نمیترسه. وقتی که خانم این رو فرمودن که آیا قابل عبور هست، گویی هیچی نیست. گویی من دوتا جوان اسرائیلی همین تازه رفتن و 3 هفته بعدش هم اون وره زئیر رسیدن، هیچی هم نشدن، خوب شدن. بعد به ما گفت که شما یه کاری کنین، اگر دارین میرین به این سفر، به هر تلگراف خونه، پست خونه که رسیدین یه تلگراف بر من بفرستین که من بفهمم شما به کجا رسیدین، که وقتی تلگراف نیامد بفهمم کجا نابودتون کردم. بعد ما از این سفارت اومدیم بیرون و نه، قبل از این که بریم پیش سفیر اسرائیل، ببخشید، رفتیم سفیر امریکا. حضرت خانم فرمودن که خب بریم از سفیر امریکا سوال کنیم. سفیر امریکا درست به عکس این گفت نه 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 نه، هیچ تبعه امریکا به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم، نرین خطرناکه فلان. آمدیم بیرون، اون طرف خیابون سفارت اسرائیل بود. حضرت خانم فهمدن بابا این امریکایی‌ها از همه چی میترسن، بریم سراغ اسرائیلی ببینیم اون چی میگه. اونم که گفت بریم. خلاصه ما هم رفتیم، الحمدلله به اون ورم رسیدیم، چیزی نشد، ولی البته خیلی جاده های بدی بود. اما منظورم اینه که خانم هیچ وقت بیگدار به آب نمیزدن. آخر اگر یک تصمیمی میگرفتن از جاده بد نمیترسیدن، ولی مثلا هیچ وقت چون میدونستن که خطرناکه که در مثلا هتلی بمونن، ما هیچ وقت در هتل ها تو این مملکت نموندیم، میرفتیم توی این خونه های مبشرین مسیحی. اینا خیلی بیشتر
بهتر بود و اینا وسائل داشتن و همه کس هم میرفت اونجا میمون، هر غریبه ای میرفت خونه اینا میمون. منظورم اینه که حضرت خانم بیگدار به آب نمیزدن ولی خیلی شجاع بودن. چه بسا اتفاق میافتاد که در تو جاده میرفتیم و من واقعا خیلی همسفر بدی بودم برای ایشون، برای اینکه نه از بچگی هیچ وقت عادت به حیوانات داشتم نه علاقه مخصوصی داشتم، درست به عکس حضرت خانم که همین هر چیزی که تکون میخورد حضرت خانم دوستش داشتم. چه بسا میشد یه مرتبه وسط جاده وای میستادن میامدن پایین، یه جک و جونور اونجاها بود اگه میتونستن میگرفتنش میامد تو ماشین. ما هیچ وقت بدون یه حیوانی سفر نمیکردیم و این خیلی جالب بود. گاهی وقت خیلی اسباب زحمت بود، اگه من یه نقی میزدم حضرت خانم میفرمودن نگاه کن این سفر که به هر حال خیلی سخته، حالا یه ذره سخت‌تر بشه قول عیب نداره، اقلا یه لذتی آخر شب من میبرم. و این واقعا عقیده خانم بود. یک خانم یک شادابی روح و ذاتی داشتن من مثل این در هیچ کس ندیدم. یعنی دنیا رو اونقدر با چشم زیبایی نگاه میکردن. تو این سفرهای خودشون همیشه اینو میفهمدن، میفهمدن فکرش رو بکن ما امروز زنده هستیم، هیچ خبر داریم که فردا هستیم تو این دنیا یا نه، دیروز یا گذشت هرچی بود فردا رو که خبر نداریم، بنابراین هرچی که میخوایم مال همین امروز رو داشته باشیم. ما وارد مثلا یه هتل قرازه یه گوشه افریقا می شدیم، در عرض نیم ساعت حضرت خانم این اتاق هتل رو تبدیل کرده بودن به یک موزه. هرچی از در و دیوار بود ور می داشتیم می زشتیم زیر تخت، همه این ماسک های افریقایی، پارچه های قشنگ افریقایی، هرچی داشتن رو این دیوار ها آویزون می کردن، اینو می کردن یک اتاق زیبای قشنگی که در عرض مثلا دو سه روزی که اونجا هستن این از این لذت می بردن. و زیبایی واقعا جزء وجود حضرت خانم بود. می فرمودن این دیانت جمال مبارک دیانت زیبایی است، اسم جمال مبارک جمال قدم هست، این زیبایی خیلی موضوع مهمیه در امر بهایی و این رو از همه اطراف و اکنافش می گرفتن. نه تنها زیبایی روحانی، حتی زیبایی جسمانی رو خیلی اهمیت میدادن. شما یادتون هست خودشون چقدر زیبا بودن، چقدر قشنگ لباس میپوشیدن، چقدر قشنگ خودشون رو آراسته میکردن. واقعا آدم لذت میبرد از دیدن حضرت خانم. و اما از مطالبی که خیلی برای حضرت خانم اهمیت داشت و در سفرهای خودشون این رو در نوت‌های خودشون اغلب ذکر می‌کردن، می‌فرمودن که از جمله می‌فرمودن این کلمه وظیفه مثل که از قاموس امروز به کلی محو شده. جوانان ما، بچه‌هامون رو ما بزرگ نمی‌کنیم به اینکه بدونن این معنی وظیفه یعنی چی. و هیچ کس، هر کسی فکر کنه تنهاست در این عالم، هیچ وظیفه‌ای نسبت به دیگران نداره، هیچ وظیفه‌ای به جامعه‌ای که درش زندگی میکنه نداره. حضرت خانم بی نهایت نسبت به این قضیه وظیفه اهمیت میدادن. میفرمودن من تمام این اسفاری رو که میکنم، این زحماتی رو که میکشم برای اینکه این وظیفه من هست. فرمان به هیکل مبارک به من فرمودن بعد از من تو سفر میکنی و احبا رو تشویق میکنی، لحاظا این وظیفه من هست که این کارو بکنم. یکی دیگه از خصائل اخلاقی حضرت خانم این تراوش تشویق و محبت نسبت به همه بود. یعنی من خیال نمیکنم هیچ کس با حضرت خانم تماس داشت که این احساس رو از ایشون نکرد. اینقدر این محبت حضرت خانم نامحدود بود که هر فردی فکر میکرد که این محبت خانم برای اوست فقط، ولی این برای همه بود، برای اون شخصم بود، در اون حینی که به اون شخص اظهار محبت میکردن واقعا برای اون بود، ولی این محبت خانم نامحدود بود، برای همه بود. این
تشویق ایشان اصلا یه چیز طبیعی ایشان بود. یادم هست یک سفری ما در افریقا که میکردیم، رفتیم در مملکت لسوتو در جنوب افریقا و وقت ملاقات برای حضرت خانم با شاه لسوتو گرفتن. این پادشاه لسوتو یه مرد جوانی بود، خیلی خوش تیپ و تحصیلاتشو در انگلستان کرده بود، خیلی آقا واقعا پادشاه. این وقتی که آمد و حضرت خانم باش صحبت میکرد، حضرت خانم بهش فرمودن که من چقدر از این مملکت شما خوشم آمده، شما سه چیز در این مملکت دارین من خیلی دوست دارم، هیچ بدم نمیاد بیام اینجا مقیم بشم. این مرد چشماش کمی باز شد، گفت چی هن این چیزایی که شما اینقدر علاقه دارین بهش؟ گفتن فرمودن که اولا شما اسبای خیلی خوب اینجا دارین، من خیلی اسب سواری رو دوست دارم. اینه که این اولیش. ثانیا غذای شما گوشت گوسفنده و من از تمام گوشتا گوشت گوسفند رو بیشتر دوست دارم. ثالثا ساختمان های شما، خونه ها همین کلبه های دهاتی اینقدر قشنگه، اینا در لسوتو واقعا همیشه خیلی زیباییه. این کفای اتاقشون رو که با گل کف کردن تمام نقاشی های خیلی قشنگ میکنن. فهمدن اینقدر من از این کلبه های شما خوشم میاد که بیام اینجا زندگی بکنم، دوست دارم یکی از این کلبه ها درست کنم و توش زندگی کنم. شما نمیدونین من وقتی از این خانم این حرف زدم، قیافه این پادشاه رو در نگاه میکردم به صورت این، اینقدر این تعجب کرد. در این حال این شونه هاش صاف شد، یه حالت افتخاری نسبت به مملکت خودش پیدا کرد. تا حالا یه همچین خانمی، یک همچین شخصیتی سفید پوستی بیاد و به ایشون بگه که مملکت تو انقدر عالیه که من دوست دارم این چیزها رو توش، این هیچ وقت به نظرش نرسیده بود که این جور چیزها در مملکتش هست که انقدر خوب. این بی اختیار بودن حضرت خانم برای تعریف و تمجید، یعنی این میگم اینقدر طبیعی بود، نقشش رو هیچ وقت نمیکشیدن. حضرت خانم در هیچ چیزی، در هیچ کلامی که میگفتن قبلا نمینشستن نقشه بکشن که من اگر این طور بگم ممکنه نتیجهش اون طور باشه، ابدا. این حالا این ذاتن این محبت و عشق و تشویق از ایشون جاری بود. یادم هست که وقتی آمده بودن در یکی از سفرهاشون، یادم نیست، شایدم شما یادتون باشه، یک جلسه بود، مگر نمیدونم این مال همین جلسه این اسوسییشن بود و یا اینکه جلسه کنفرانس جوانان بود، یادم نیست درست، در اتاوا حضرت خانم تشریف بردن. این در اون سالی بود که در شدت این از جوانها و لباسهای عجیب غریب که می پوشیدن و موهای بلند و هیپی مال اون زمان، و هر دفعه که حضرت خانم می مادن، خب البته همه احباب می استادن تا ایشون بشینن. یه روزی در موقع سوالات یه جوانی از اون ته با موهای دراز نشسته دستشو بلند کرد و گفت خانم چرا ما باید بیستیم وقتی شما وارد مجلس میشیم؟ به قدر قشنگ حضرت خانم جواب اینو دادن. فرمودن میدونین هیچ لازم نیست شما بیستید، هیچ که نگفته، این همچه قانونی نیست که شما بیستید در مقابل من. نمیخواید بیستید نیستید، ولی یه چیزی میخوام به شما بگم، من که الان اینجا نشستم، اگر که شهردار شهر اتاوا الان وارد این اتاق بشه، من اولین کسی هستم که در مقابل اون میستم. شما برای شخص نمیستید، شما برای مقامی که اون شخص داره میستید. این نظر به اون هست که احبا میستن، ولی برای من که نمیستن. چون حضرت ولی امرالله به من مقام عیادی امرالله دادن، شما برای این مقام میستید. نی چقدر زیبا این سوال جواب دادن به این جواب. حضرت خانم وقتی شما میدیدید نمیتونستید تصور کنین که این خانم عزیز اهل بها که اینقدر عزیز و از اول طفولیتشون واقعا دردانه‌ای بودن، این نور چشم این پدر مادر بودن،
مادر حضرت خانم 40 ساله بودن وقتی حضرت خانم دنیا اومدن. این تنها عزیز کرده ایشان بود، در اثر دعای حضرت عبدالبها این طفل به دنیا آمد. خیلی عوامل مختلفی بود که حضرت خانم رو یکه و محبوب همه کرده بود، ولی همین حضرت خانم خیلی در زندگیشون صدمه کشیده بودن. من میخوام یک کمی برای شما بگم از تربیت روحانی که این مادر از این بچه گرد. من چقدر وقت دارم عزیزم؟ شما من بگم اگر تموم شده درشو میبند. بله شما فقط به من بگین. بله حضرت خانم میفرمودن که اینقدر همه در بچگی من هر جا میرفتم همه اظهار شوق میکردن و اهمیت دادن، خیلی میگفتن مادر من از این قضیه ناراحت بود و همیشه این رو به من گوشزد میکرد که تو هرچی هستی از خودت داری، این تعلق تو و تمسک تو به امر اهمیت داره، کاری به حرف مردم نداشته باش. و میگفتن من 15 سالم بود مادرم منو برد برای دیدن یکی از احبای خیلی عزیز و قدیمی امریکا، خانمی بود به اسم هریت، مادر بزرگ دارستی بیکر. این خانم خیلی از احبای قدیمی حضور از عبدالبها مشرف شده بود، خیلی خانم عزیزی بود. بیچر، مادر بیچر اسمش بود. بودن مادر من منو می برد هر از چند در سال شاید یک بار این مادر این بچهشو می برد که این احبای قدیمی رو ببینه و آشنا بشه با اینا. بودن در یه دفعه منو برده بود منزل مادر بیچر و گفتن این خانم پیر یه مرتبه من گفت عزیزم تو بیا بشین من میخوام برای تو یه قصه بگم. و قصه این بود که یک نفر بود در جمع در یک شهری، مشعلی در دستش داشت و با این مشعلش شروع کرد به دویدن. نگاه کردید از اطراف همه دنبال این دارن میدون و این انقدر خوشحال شد، هی جمعیت که دنبال این میامدن زیاد شد و زیاد شد و تمام اهل شهر این رو در تعقیب این داشتن میامدن. همین که این مشعل هم دو دستش بالا، دستش خسته شد، با خودش فکر کرد که بابا همه که اینها دارن پیرو به من هستن، دارن میان، من چرا به خودم زحمت بدم؟ این مشعل رو پرت کرد، یک نفر از بین جمع این رو گرفت و از یک راه دیگه شروع کرد به دویدن. و این مرد یه مرتبه نگاه کرد دیده تمام جمعیتی که دنبال اون می اومدن حالا دارن به دنبال اون مشعلدار تازه می دون. مادر بیچر به خانم گفت که ببین عزیزم من این قصه رو برای تو میخوام بگم، تا مادامی که ما این مشعل عشق و محبت جمال مبارک رو در دست داریم عزیز هستیم و مورد عزت هستیم، به محض اینکه این مشعل از دست ما بیفته هیچی نیستیم. و خانم فرمودن این یکی از درس های بزرگ زندگی من بود که از اون وقت با خودم فهمیدم که من هیچ هستم، این مشعل تعالیم و عشق جمال مبارک هست که اهمیت داره و در دستم هست. فرمودن که مادرشون خیلی در تعلیم و تربیت حضرت خانم، خیلی این یکی از نکات خیلی جالبه که انشالله یک روزی در کتاب بیوگرافی حضرت خانم و مادرشون باید نوشته بشه که این مادر تعلیم و تربیت این بچهش رو واقعا در تحت نظر حضرت عبدالبها داشت. از اول طفولیت، از موقعی که خانم به دنیا آمدن، این رقائم و الواح حضرت عبدالبها در هر یک از اینها یک علامتی بود از تربیت بچه. مثلا قبل از اینکه خانم تولد بشن یک لوحی از حضرت عبدالبها هست که به مادرشون فرمان خب الحمدلله تو دلت میخواست بچه دار بشی، خدا حالا به تو داره بچه میده، انشالله این بچه رو خوب تربیت بکنی و در ظل امر بزرگ کنی. بعد این خانم 6-7 ماهه بودن، یکی دیگه از الواح حضرت عبدالبها خیلی مطلب مهمی توش هست، میفرمان که الحمدلله که این بچه تو این بچه رو خداوند به تو داد و او رو در ظل امر بزرگ میکنی، ولی الان دیگه وقت این هست که خودت رو بیندازی به خدمات امری و فرمان بیافت به تبلیغ و خدمت، زیرا که این اهمیت این لوح اینه، زیرا که اطفال روحانی
به مراتب عزیزتر از اطفال جسم است. این چقدر این اهمیت داره این، و حضرت خانم اغلب ذکر این رو می‌فرمودن که این اطفال روحانی در تبلیغ ما اشخاص رو که وسیله تبلیغ اونها میشیم و اینها اولاد روحانی ما میشن، اینها برای ما خیلی به روح ما خیلی نزدیکتر حتی هستن از اطفال خودمون. البته اطفال خودمون میتونن همونطوری که از دبربها مادر خانم فرمودن، ما میتونیم هم مادر جسم و هم مادر روح اطفال خودمون باشیم. و حضرت عبدالبها وقتی که در مونتریال تشریف داشتن به مادر خانم فرمان که این بچه رو آزاد بزرگ کن. این بیچاره مادر خیلی هم بچه شیطونی بودن حضرت خانم، بیچاره میگه به حضرت عبدالبها میگه قربانتون برم این چجور من این بچه رو پس تعلیم بدم تربیت بکنم اگه آزاد بشی؟ فرمان هر وقت کار خوبی کرد به اون یه اصطلاح پاداشی بود، اگر نکرد اون رو محروم بدار از پاداش. خانم فرمان که تربیت به اصطلاح جسمانی من روی این دستور عمل حضرت عبدالبها بود، ولی تربیت روحانی مطلب دیگه بود. فرمودن مادر من به قدری در تربیت روحانی من اهمیت میداد، فرمان یک اسمشو میذاشتن جلسات تجزیه و تحلیل. فرمان هر یه ماه یه دفعه، پنج شیش هفته یه دفعه من از صدای مادرم میفهمیدم که این جلسات میخواد شروع بشه. میفهمیدن یک نگاهی به من میکرد، میگفتن بیا تو اتاق خواب، من میخوام با تو حرف بزنم. و اون وقت شروع میکردن میشمردن که فلان روز تو همچی کردی نسبت به بچه همسایه با صدای بلند حرف زدی، یا نمیدونم نسبت به کلفت ما بیادبی کردی، یا هر چی کارهایی رو که به نظرشون از لحاظ تربیت روحانی اهمیت داشت، دونه دونه تحویل میدادن به خانم. خانم فرمودن آخر این جلسات تجزیه و تحلیل من آب میشدم، اغلب اوقات میافتادم به گریه. میگفتم مادر تو اگه منو بزنی خیلی بهتره. گفتن بعد مادرم میگفت خیلی خوب حالا تموم شد، حالا برو صورتتو بشو. بعدم برمیداشت بچه رو میبرد بیرون، یه هدیه براش میخرید. میفرمودن این دوره تموم میشد، محال بود مادر من راجب اون کارهایی رو که من در جلسه قبل کرده بودم دوباره اظهاری بکنه. اینا رو گذاشت کنار، تموم شد، بعد یه ورق تازه، یه چپتر تازه شروع میشد. فهمیدن یه وقتی یادشون هست، یادشون بود که بچه خیلی کوچیک بودن، من 4-5 ساله بودن، من با یکی دیگه، با یه بچه دیگه بازی میکردن، با هم داشتن کروکه بازی میکردن. گفتن اول کار خیلی خانم شخصیت از کوچکیشون پیدا بوده، خیلی شخصیت بسیار مقتدری داشتن. به اون بچه میگن نگاه کن من میخوام این بازی رو ببرم، تو نبری ها. و این بدبخت بچه برد، خانمم این چوب کروکه رو بندن میزنن تو سرش. خلاصه خبر میرسه به مادر، گفتن این مادر من رفتاری که با من کرد، میفرم من در تمام عمرم همچی چیزی ندیدم، این یک بار از مادرم دیدم و البته از اون به بعد هیچ وقتم دستم روی هیچ کی بلند نکردم. فهمیدن این مادر من به من یک نگاهی کرد، بعد به پرستار من گفت که اینو ببرش تو اتاق خودش، و 24 ساعت نگذاشت که من بیام نه سر میز شام بشینم نهار بشینم. گفت تو از دایره انسانیت خارج شدی، چرا که دست تو روی کسی دیگه بلند کردی. و مثلا اینطور شدیداً تربیت میکرد حضرت خانم. و یا اینکه میگفتن یادشون بود یه روزی 11-12 سالشون بوده، من رفتم تو اتاق مادرم یه سنجاق میخواستم با عجله، این سنجاق رو برداشتم از اتاق که میمادم بیرون، مادرم از پله ها داشتن میمادن بالا، منو دیدن گفتن تو اتاق من چی کار میکردی؟ گفتن این سنجاق دستم. گفتم مادر رفتم این سنجاق رو بردارم. گفتن این مادری که حاضر بود جانش رو 100 بار در روز برای من بده، هیچ چیز رو از من دریغ نداشت. گفتن به قدری جدی به من نگاه کرد، گفت تو رفتی در اتاق من بدون اجازه من، سنجاق من رو برداشتی، این کار صحیحه؟ خانم میگفتم من حالا جلز ولز افتادم که بابا این فقط همین سنجاق. فهمیدم بله، ولی این سنجاق مال من بوده، مال تو نبوده.
شما باور میکنین من در تمام این سفرها اگه گاهی با عجله میخواستیم بریم حضرت خانم یه سنجاق سر کم داشتن میخواستم حالا مثلا من نبودم تو اتاق یا چی میامادم اینم منتظرم مثلا بیالید ممکنه یکی از این سنجاقات رو من بدیم فهم خانم این که اینا همون جاست بفرماین هرچی میخواهیم مثلا من بدون اجازه ای تو که بر نمیدارم من ندیدم یک بار حضرت خانم دست بزنن حتی به یه کاغذ کلینکس که مثلا متعلق به من بوده محال بود بدون اینکه اول بپرسن اجازه بگیرن بدین من اینقدر خجالت میکشیدم بودم حضرت خانم من اون چه دارم مال شماست چه خواهش کنم تو رو به خدا هرچی میخواید بردارید میگفتن تو نمیفهمی من صدای مادرم تو گوشم هست هرگز فراموش نمیکردم این که جمال مبارک میفرمان بدون اجازه دوستتون به بیت او وارد نشین و در اموال او تصرف نکنید فرمودن این در همه چیز هست اینه که فقط در کلمات مکنونه برای دعا و مناجات که نفرمودن این در زندگی ما اهمیت داره باید اینو یاد بگیریم خیلی خیلی این تربیت حضرت خانم از این لحاظ فوق العاده بود و این مادر چه اثری روی زندگی حضرت خانم گذاشته که تا آخر عمرشون همیشه هر چیزی که میگفتن برمیگشت به مادرشون مادر من اینطور گفته مادر من اینطور کرده میفرمودن من اون چه در زندگی دارم یا از مادرم کسب کردم یا از حضرت ولی امرالله از خودم هیچی ندارم خیلی حضرت خانم یک حالت توجه و روحانیت خیلی عمیقی داشتن واقعا لذت داشت که در این مقامات مقدسه آدم در حضور حضرت خانم باشه یعنی در تمام این سالها که من همسفر حضرت خانم بودم تنها خوابهای کابوس حضرت خانم از این اماکن مقدسه بود یا اماکن مقدسی کثیف بوده یا اینکه خراب شده بوده یا اینکه درش با صدای بلند حرف می‌زدن یه حالت عجیبی در این حالت توجه حضرت خانم در این مقامات مقدس بود واقعا یک عالمی بود وقتی آدم در حضور حضرت خانم بود یادم هست که آخرین باری که یه عده‌ای از ما این سعادت رو داشتیم در حضور حضرت خانم در 1992 در اون سالی که 100 سال از صعود جمال مبارک گذشته بود وقتی که این مقامات مقدسه حضرت اعلی از تبرباها و علل خصوص روزه مبارکه رو حضرت خانم با گل فرش کردن و تمام شب یه عده ما اونجا بودیم ما نمیشه تصورش کرد چه سکوتی شاید 6 ساعت 7 ساعت در این روزه مبارکه همه مشغول کار بودن شما نفس بلند از هیست که از نمیشنیدید اینقدر حضرت خانم با یک توجه و تضرعی در این مقامات مقدس تشریف می بردن می فرمودن که خیلی حضرت خانم این را از مادرشون یاد گرفته بودن خیلی اهمیت می دادن به این موضوعی که ما می تونیم شفاعت از رفتگان خودمون به طلبیم فرمودن از اقوام خودمون از این فهمیدن این ملأ اعلی که ما راجع به اینها انقدر میخونیم و میشنویم و میدونیم که به کمک ما میان اینا کی هستن اینها ارواح مقدسه ای هستن که جمال مبارک میفرمان اینجا منتظرن که ما اینها رو صدا کنیم و به کمک ما بیان ولی حضرت خانم اینقدر شیرین بودن این ارواح مقدسه رو دست جمعی همینطور قبول نمیکردن اینا رو دوست داشتن تک تک بدونن کیان مثلا می فرمودن که یکی رو صدا کنیم که درد بخوره در اون موقع یه دفعه ما در افریقا که سفر می کردیم ماشین خراب شد حالا دو تا من تک تنها بودیم دور از هر آبادی نه گاراژی بود نه هیچ مکانیکی هم که هیچ کدوم نبودیم یه خود ترس داشت که چیکار می خواهیم بکنیم خانم در این جور مواقع همیشه می افتادیم به دعا بعد فهمیدن دعا کنیم و اینا شروع کردیم هر دو به دعا کردن یه مرتبه وسط دام من فهمیدم نه این چون فایده نداره تو یه مکانیک میشناسی اون بالا اگه یه کسی که مکانیک خوبی بوده اونو صدا کنیم بی خودی همینجوری نگیم
یا اینکه مثلا هر وقت می‌خواستن تشریف ببرن به دیدن مثلا یک پادشاهی یا رئیس جمهوری، یه همچی اشخاص مهمی، همیشه دعای حضرت خانم به مارسرود بود. خیلی شیرین بودن. فهمیدن مارسا میدونست چجور با این اشخاص صحبت بکنه. اینه که دعا و توجه ایشان به مارسرود بود که او شفاعت بکنه، دامان حضرت عبدالبها رو بگیره و از ایشان کمک بخواد. اینقدر حضرت خانم این حالت توجه عجیبی حضرت خانم داشتن نسبت به این موضوع دعا و مناجات. می‌فرمودن که من وقتی از این عالم میرم، تنها چیزی که برای من اهمیت داره اون نظر اولی است که حضرت ولی امرالله به من بیندازه. میخوام ببینم در چشمای هیکل مبارک آیا از من راضی هستن. همیشه اینو میفهمدن. فهمدن وقتی من از این دنیا رفتم روی قبر من دو کلمه بنویسم: سعی خودش رو کرد. فهمدن من نمیدونم که آیا این سعی من نتیجه مثبتی داشت یا نه، ولی من سعیم رو کردم. و یکی دیگه از افکار ایشان که این سالهای آخر حیاتشون اغلب ذکر میکردن، فهمدن من الان در این سن که رسیدم به این نتیجه رسیدم، یه اسم تازهی برای جهنم پیدا کردم و اون ندامت. فهمیدن هیچ جهنمی سختتر و شدیدتر از ندامت نیست. فهمیدن در این عالم اگر ما پشیمان بشیم، نادم بشیم، هنوز فرصت اینو داریم که یک عملی انجام بدیم و عوض بکنیم. ولی وقتی رفتیم به اون دنیا دیگه نداریم این فرصت. این فرصت از دست ما رفته. و برگردیم و نگاه کنیم که چه فرصتهایی برای تبلیغ و تبشیر امر در دست ما بود و اینها رو از دست دادیم. در یکی از آخرین نامه‌هایی که حضرت خانم به یکی از محافل ملی، محفل ملی استرالیا نوشتن، همین رو موضوع رو نوشتن. فرمودن چقدر دردناکه که ما بریم از این عالم یک نگاه بکنیم و ببینیم آه چه فرصتهایی رو از دست دادیم، چطور این فرصتهای گرانبها از دست ما رفت و دیگه نمیتونیم که کاری بکنیم. روحشون شاد. من مطمئنم که در این کنفرانس حضرت خانم واقعا حاضر هستن. این مملکت مملکت ایشان بود، عاشق این کانادا بودن و علل خصوص این مردمان بومی، احبا و غیر احبا، این سرخ پوستان را حضرت خانم بی نهایت دوست داشتن. و همیشه شاید بعضی از شما در کنفرانس هایشون حاضر بودین، همیشه آخرین تمنای حضرت خانم به احبا همین بود و به احبای ایرانی علل خصوص. می‌فهمیدن شما برید در بین این سرخپوستا زندگی کنید، خدمت کنید، تبلیغشون بکنید. اینو به خاطر حضرت خانم انسان باید به یاد بیاره و خدای نکرده هیچ کدوم ما در اون جهنم ندامت نریم. قربانتون برم.